ناامیدی از خدا یکی از بزرگترین گناهانه. پیامبر فرمود کسی بخشیده نمیشه که بخشایش نمیخواد. آدم ناامید که بخشایش نمیخواد از خدا، اصلا امیدی نداره به خدا که بخشایش بخواد. چون بخشایش نمیخواد بخشیده نمیشه. خدا مگه تو قرآن نمیگه ادعونی استجب لکم؟ خب اگه کسی خدا رو صدا کنه که جواب میده، مگر کسی خدا رو نشناسه و صدا نزنه؟ خب وقت صدا نکنه چه جوابی قراره بیاد؟ اگه ما خدا رو خوب بشناسیم مثلا ازش ناامید نمیشیم. ببینیم کی معرفی کرده خدا رو، کجا بهتر فهمیدن و میتونن خدا رو معرفی بکنن. ادعیه رو اگه مطالعه بکنیم، اگه خدا رو درست بشناسیم، جایی برای ناامیدی نیست، اصلا بنبستی وجود نداره. اگر خدا رو درست بشناسیم، اونی که هست، اگه گوشمون رو خوب باز کنیم، چشممون رو باز کنیم، حقایق رو ببینیم، جایی برای ناامیدی وجود نداره برای احدی. ناامیدی راه هر گونه درمانی رو میبنده. به هیچ درمانی انسان نگاه مثبت نمیکنه، جواب مثبت نمیده، میگه من که دیگه خوب نمیشم. ولی هر کجای زندگی که هستیم، تو هر عمقی از گرفتاری که هستیم، تو هر جهنمی خودمون رو گرفتار کردیم، اینو بدونیم که راه برای برگشت هست. حالا اینجا که تازه عالم دنیاست، عوالم دیگه هم همینه. هیچ جایی راهی نیست که رفت داشته باشه برگشت نداشته باشه. نه، تو این عالم همه راه‌ها یک مسیر برگشت داره. هر کجا رفتیم، تو هر عمقی از گناه هم رفتیم، بدونیم میتونیم برگردیم و ناامید نباشیم.